در دیهات جنی پخته ناحیه سوکولوکسکی ولایت چویسکی قرغیزستان خوانندگان حجاب پوش را به مکتب راه ندادند. در این خصوص اکی پرس به برادر یکی از خوانندگان مکتب مذکور تکیه نموده اطلاع می‌دهد. تشبث مذکور ماموریت مکتب را در وزارت معارف نیز دستگیری نمودند. از جانب حکومت برای لباس مکتبی توصیه ها مقرر نموده شده است، از جمله بالا سفید و پایان سیاه. طبق قانونی درباره معارف در تحصیلاتگاه ها تعلیمات خصوصیت دنیاوی مقرر کرده شده است، اطلاع دادن در خدمات. با دخترهای حجاب پوش ماموریت مکاتب کارهای توضیحی میبرد، اضافه نمودن در وزارت. خبرنگاری خبرها برای شرح موضوع به خبرنگار از قرغیزستان پریزاد قرغیزبایوه مراجعه نمود. معما در پوشیدن حجاب از طرف خوانندگان و آموزگاران نیست. برای کشورهایی که 90% اهالی را مسلمان ها تشکیل میکنند این طبیعی است. معما در آنهایی میباشد که حجاب پوشیدگان را با بهانه دولت دنیوی به تحصیلاتگاه ها راه نمیدهند. اکثریت آنها در نگاه کمونیستی درماندند و نمیفهمند یا اینکه نمیخواهند فهمیدند که دنیوی چیست و دموکراسی چیست. از این هم خبیثتر این است که چنین انسان ها نگاه های ضد اسلامی خود را با دنیویت رو پیش کرده آن را همچون مبارزه علیه اسلام و قدریت های آن استفاده میبرند. عقیده ها و ترجیح خود را همچون قانون نمایش داده قانون های خود را ویران میکنند. حالت هایی بودند که دختران سطر پوش از مکتب رانده شده در تگ باران ماندند. در نزد صنف و مکتب به ناموس آنها دخالت میکردند. آیا این از روی قاعده های تعلیمی است و این قانونی باشد؟ اگر به دولت هایی که سیستم هاشان بر دنیوی بنیاد شده است نظر افکنیم، میبینیم که پوشیدن حجاب در مکتب ها و یا در دانشگاه ها برای آنها معما نیست. معما را خودی حاکم های ما تشکیل میکنند. بنابراین فکر میکنم امروز والدین دختران و آموزگاران حجاب پوش باید خودشان حمایه نمودن حقوق های شرعی خود را یاد بگیرند تا اینکه وظیفه های در نزد الله بوده را به جا آورند و در آن استوار باشند.